حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از علما، فضلا، روحانیون و قشرهای مختلف مردم قم یکی از ابعاد مهم حادثه 19 دی سال 1356 را اقدام و عمل با تکیه بر ایمان راسخ و همراه با بصیرت و در سخت‌ترین شرایط دانستند و تأکید کردند مهمترین درس حادثه 19 دی قم این است که برای عبور از مشکلات باید با ایمان راسخ و بصیرت نسبت به دشمن و فراموش نکردن دشمنی او بر توانایی‌ها و ابتکارهای داخلی ملت و استعدادهای جوان تکیه کرد و چشم به خارج ندوخت. شهدا و با امامیم، آماده تر از گذشته در حفظ قیامیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار که همزمان با 36 سالگرد قیام تاریخی مردم قم در 19 دی ماه سال 1356 برگزار شد، با اشاره به یکی از آیات سوره روم قرآن کریم که خداوند نصرت و یاری مؤمنین را حقی بر عهده خود می‌داند گفتند وعده حتمی خداوند متعال در این آیه مربوط به شرایطی است که مؤمنین هیچ روزنه امیدی در مقابل جبهه عظیم دشمنان نداشتند و آن روزی هم که مردم و جوانان و طلاب قم برای دفاع از امام رحمت الله علیه و پرچم برافراشته مبارزه با بر ضد طاغوت به خیابان‌ها آمدند و خون آنها بر زمین جاری شد، هیچ کس تصور نمی کرد که این حادثه چنین تأثیر و برکتی خواهد داشت. ایشان تأکید کردند اگر ایمان راسخ با بصیرت، اقدام و عمل و استقامت و ایستادگی همراه شود، نصرت الهی قطعی خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند اگر در مواردی نصرت الهی شامل حال مؤمنین نمی شود، به دلیل ضعف ایمان یا غلط بودن ایمان و یا ایمان بدون بصیرت است، زیرا نداشتن بصیرت همچون نداشتن چشم است و فردی که چشم ندارد راه را تشخیص نمی دهد و به بیراهه می دود. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند علت این که بنده بر موضوع بصیرت در حوادث 9 دی تأکید فراوان داشتند